ما میگوییم جمهوری اسلام بله، ولی سوء استفاده ارتجاعی از اسلام نه. بر همین اساس فکر میکنیم که خصایص ضد استعماری، ضد دیکتاتوری و ضد ارتجاعی این جمهوری که بایستی حافظ حق و حقوق تمامی مردمی باشد که در سراسر این کشور زندگی می کنند، مبرمترین خصایص این جمهوری است که این جمهوری به خصوص باید در نهایت عدل بلکه بیشتر و در نهایت قسط تمام آزادی های سیاسی و اجتماعی را در مورد طبقات و نیروهای مختلف افاده کند. همچنین تأکید بر نقش اجتماعی مستضعفین و طبقات محروم، کارگر و دهقان جامعه را در صدر برنامه خیش قرار بدهد. و الا بدیهی است که بر حسب بیان صریح سوره ماعون، اگر منع ماعون نموده و یا به اصطلاح آلات و ابزار زندگی و تولید و منافع آنها را منحصر به قشر و طبقه بخصوصی بکنیم، تکذیب دین و تکذیب اسلام است. با توجه به سوء استفاده خمینی از کلمه اسلام و مترادف کردن آن با ارتجاع و دیکتاتوری ولایت فقیه و بهره کشی، ما در نقطه مقابل او عمد داشتیم که بر محتوای واقعی و روح اصیل اسلام که ضد استبدادی و ضد استثماری و مبشر آزادی است تأکید کنیم. به این ترتیب خمینی را به لحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح و دجالیت او را افشا می کردیم و او از همین به غایت می سوخت. دجالیت دیگر خمینی این بود که شرکت کنندگان در رفراندوم را بین رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر می کرد. بنابراین در برابر تبلیغات شبان روزی خمینی و دستجات چماغدار و حزب اللهی او که به تازگی میداندار شده و در همه جا عربده می کشیدند حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، مجاهدین بار دیگر در 27 اسفند 57 درباره رفراندوم و نحوه استقرار جمهوری اسلامی اعلام کردند که اسلام و جمهوری اسلامی صرف نظر از هر پیشوند و پسوند برای سازمانی که از آغاز حامل یک رسالت مکتبی بوده است البته کمال مطلوب است، مشروط بر اینکه آنچه به نام اسلام ارائه می کنیم حقیقتا اسلامی و بدور از هر شائبه شرکامیز استبدادی و استعماری و استثماری باشد. اسلامی پاک، مردمی و مبرا از جعلیات، زنگارها و رسوبات طبقاتی قرون و اعصار. و الا بدیهی است وجدانهای آگاه و انقلابی مسلمانان هرگز سوء استفاده ارتجاعی از نام اسلام را روا نخواهد داشت. در مورد شکل استقرار جمهوری اسلامی نیز سؤال مطروحه در رفراندوم پیش بینی شده تا آنجا که به نظر خواهی در مورد سرنوشت رژیم سلطنتی و بود و نبود آن مربوط می شود اساساً بی مورد و منتفی است، زیرا اگر به گور سپردن لاشه سلطنت هنوز محل سؤال و تردید باشد، معلوم نیست که به چه مجوزی و در کادر چه نظامی دولت مهندس بازرگان معرفی شده و به کار پرداخته است. البته اگر قبل از روی کار آمدن دولت مهندس بازرگان چنین سؤالی می شد، باز می شد محملی برای آن ساخت.
ولی اکنون مثل این است که کسی اول در را باز کند و بعد اجازه ورود بگیرد. مگر خود آقا بارها و بارها در پاریس بر حقوق عموم طبقات و نیروهای مردم دایر بر حق انتخاب و اظهار نظر آزاد همگان تأکید نکردند؟ پس چرا باید طوری عمل شود که انعکاس درستی نداشته و این شبهه را ایجاد کند که ما را فقط میان رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر کردند ولا غیر؟ آیا ما دوست داریم که بر فرض هم که کسی با جمهوری اسلامی موافق نباشد، با دادن رأی مخالف به جانب رژیم طاغوتی سلطنتی گرویده و موافق آن قلمداد شود؟ یا اینکه معتقدیم هر که با ما نیست ضد ما و علیه ماست؟ یا می‌خواهیم سایرین را وادار کنیم که از ترس سلطنت به اکراه و اجبار به جمهوری اسلامی رأی بدهند؟ بنابراین به اعتقاد ما و بر حسب این قاعده روشن و صریح اسلامی که هیچ گونه انتخاب و قرارداد و عقدی که در آن اجبار روا شده و از ابراز تمایل و اراده آزاد افراد و گروه‌های انسانی به نحوی از آنها ممانعت شده باشد معتبر و اصیل نیست، از دولت آقای مهندس بازرگان تقاضا می‌کنیم ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان انتخاب آزاد هر شکل از حکومت برای هر فرد یا گروهی در نظرخواهی وجود داشته باشد. سپس در روز 9 فروردین 1358 برگه‌های نظرپرسی در رفراندوم جمهوری اسلامی منتشر شد. در این برگه هر کس حق داشت به تغییر رژیم سابق و به جمهوری اسلامی آری یا نه بگوید. فقط در اثر فشارهایی که به خمینی وارد شده بود قبول کرده بود که در ادامه عبارت تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی در برگه‌های رأی وارد شود که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت. یعنی اینکه مؤسسان محتوای این جمهوری اسلامی را مشخص خواهد کرد. در همین روز خمینی در قوم گفت فردا روز رفراندوم است، روزی است که یا اسلام پیش می‌برد و یا کفر، روزی است که آری اسلام است و نه خلاف اسلام، روزی است که آری سرنوشت سعادتمند برای شما تهیه می کند و نه شما را بر می گرداند به حال اول. واضح است که منظورش بازگشت به سلطنت شاهنشاهی بود. مجاهدین هم بلادرنگ اعلام کردند ما نیازی به این رفراندوم نداشتیم، بهتر بود نحوه رفراندوم طوری نباشد که از آن بوی اکراه و اجبار بیاید. مردم باید نوع حکومتی را که بدان رأی می‌دهند بدانند و آگاهی داشته باشند که دارای چه نوع ویژگی است. روز بعد در 10 فروردین همه پرسی مربوطه برگزار شد و روز 11 فروردین تمدید شد. هنگام رأی دادن از من در مورد گروه‌های سیاسی که رفراندوم را تحریم